بچه دار شدن و نگهداری از بچه مایه قدرتگیری زن در خانواده می شود یا اقتدار او در خانواده را کاهش می دهد. ولی آیا در اجتماعات امروزی زن فرزنددار اعتبار و سرمایه نمادین بیشتری ندارد؟ سلام، همگی ما با این تصاویر کلیشه‌ای آشناییم. فریاد ناشی از درد زایمان، یک لحظه پر از سکوت و تعلیق و صدای گریه نوزاد که همه را از این تعلیق کشنده می‌رهاند. بعد از آن خنده و شادی آنها که بیرون اتاق در انتظار بودند و لبخند اثر رضایت مادر و در آغوش گرفتن بچه‌ای که به یک باره تر و تمیز در پتو پیچیده شده و آماده بوسیده شدن و نوازش شدن است. اما کمتر به این فکر میکنیم که برای زن این لحظات آرمانی حاصل تصمیمی دشوار است. تصمیمی که اگر همه چیز بر روال معمول پیش رود، 9 ماه شرایط سخت بر جسم و جان او تحمیل میکند. و این زایمان البته در ادامه باز هم به تصمیم ها و شرایط دشوار دیگری دامن میزند، از جمله در مورد کار، تحصیل و آرزوها و برنامه‌ها و الگوهای دیگر. آیا فرزند آوری با قرار دادن زن در دوراهی‌های خطیر و با محروم کردن او از بسیاری فعالیت‌های اجتماعی زمینه فرسایش قدرت فردی او را فراهم نمی‌آورد؟ ولی آیا فرزند آوری به زن در خانواده و در اجتماع اعتبار و سرمایه نمادین نمی‌دهد و اقتدار او چه در خانواده و چه در اجتماع را بالا نمی‌برد؟ فرزندآوری زن را قدرتمندتر می‌کند یا ضعیف‌تر؟ این سوالی است که با مهمان‌های این هفته در میان می‌گذاریم. نهضت فرنودی، روانشناس و رواندرمانگر، می‌گوید دانش و تجارب و مشاهدات شخصی به او فهمانده که اینکه نتیجه فرزندآوری در مناسبات قدرت خانوادگی چه باشد، بیش از هر چیز به خود زن و نحوه تصمیم‌گیری‌اش بستگی دارد. اما زینب پیغمبرزاده، پژوهشگر و فعال برابری جنسیتی، میگوید عوامل کلانتر اجتماعی و سیاسی هستند که برای زن رقم میزنند که نتیجه فرزندآوری چه باشد، فارغ از اینکه خود زن چه تصمیمی بگیرد و چگونه تصمیم بگیرد. خیلی خوش آمدید خانم فرنودی. به ما بگید که چه چیز شما رو به این نتیجه رسونده؟ با تشکر از دعوت شما، اگر شما از من بپرسید که چه چیزی سبب شد که تو هم مادر باشی و هم به فعالیت‌های حرفه‌ای و اجتماعیت ادامه بدی، به شما میگم یک بخت یاورم بود و مردی در کنارم بود که در مدل سنتی به مسئله مادر و پدر و کودک پروری نگاه نمی‌کرد. بنابراین من به راحتی میتونم بگم 2 تا فرزند داشتم، ولی یک شب برای اونها بیخوابی نکشیدم و او شبها بیخوابی رو مرد کشید. بله بله، او این کار رو با میل قبول کرد. بله. و انجام داد. بنابراین وقتی شما این سوال رو از من میکنید، من یک رفرنس خودم رو در نظر میگیرم و زنان بسیاری مانند خودم و مثل اینکه اگر اشتباه، شما معتقد هستید استثناء نیستید و زنان بسیاری میتونن فرزند آوری بکنن، حتی بیش از یک فرزند، 2 بچه داشته باشن و کماکان فعالیت‌های اجتماعی، علاقه‌های خودشون رو دنبال کنن. بله، البته تردیدی نیست که عوامل مهیاساز متعددی احتیاج است. مرد امنی که از رشد همسرش نهراسه، فضایی اجتماعی که زن رو به خاطر مادر شدن یا نگران فرزند بودن تنبیه نکنه، که این هم خودش خیلی به ساختار وسیع‌تر اجتماعی برمیگرده. ولی من امروز بیشتر میبینم زنان نسل من مثل اینکه وحشت نداشتند از اینکه مادر بشن
و به رشد خودشون هم ادامه بدن. ولی من زنان جوانتری رو الان میبینم، به خصوص وقتی به سیلیکون ولی میرم که مرکز تکنولوژی و دانشگاه استنفورد هست، گاهی شوخی میکنم سر میزی که شام با این بچه های جوان میشینم، میگم من هیچ کجای دنیا اینقدر مرد و زن موفق ترشیده ندیدم، چون همه در حول و حوش سنین بالای 37-8 سال و بسیار موفق، ولی از ازدواج میترسن خانم ها. به این دلیل عزیز، منظورتون از ترشیده چیه؟ یعنی فکر میکنید خانم باید ازدواج کنن و اگر نکنن چنین خواهد شد؟ این طنزیه. نه، من اصلا به این اعتقاد ندارم. حتی ازدواج یه تصمیم بسیار فردیه، ولی من این واژه رو با اونا به شوخی میگم، چون اکثرشون هم هر وقت منو میبینن میگن دختر خوب یا پسر خوب پیدا نمیشه، که باز این طنز رایج ماست. ولی من در عمق وجود زنان بسیار موفق جوان یه ترسی میبینم، شایدم این ترس یه مقدارش مجاز باشه و نمونه یا نشانه رشد زنان باشه در فهم دقیق تری از مسئولیت مادری. ببینید، دختر من با وجود اینکه دکتر بود، با وجود اینکه استاد دانشگاه بود، وقتی بچه دار شد کار اجتماعی رو ول کرد و من میدونم که اگر در نقش مادری به خودم و به او بخوام نمره بدم، او بسیار از من بالاتر نمره میاره و به نظر میرسه که نسل من انقدر تشنه یا جاه طلب برای به دست آوردن موقعیت های اجتماعی بود که جبران اون عقب ماندگی نسل مادران خودش رو بکنه، که دختران ما که مادرانی موفق داشتن یک همچین نیازی رو به خودشون تحمیل نکردن و انتخاب کردن که مادری رو ترجیح بدن به فعالیت های اجتماعی. منظورتون اینه که شما نسلی میبینید قضیه رو، یعنی زنان جوانی که حالا میخوان کار خوب داشته باشن، پیشرفت کنن در کارشون، فعالیت‌های دیگه اجتماعی گاه سیاسی رو دنبال کنن، الان فکر میکنن فرزندآوری مانع، در صورتی که نسل شما چنین فکر نمیکرد. چنین فکری نمیکردیم و من اینو امتیاز میدم به عنوان بالا رفتن آگاهی زن از میزانی که خودش رو باید وقف این کنه که فرزندانی سالمتر پرورش بده. نظر شما چیه خانم پیغمبرزاده؟ من فکر میکنم همونطور که شما هم اشاره کردین، این کاهش تمایل به ازدواج در بعضی از اقشار یا کاهش تمایل به فرزندآوری در بعضی از اقشار فقط مختص به زنان نیست. مردها یا افراد فارغ از هر جنسیتی که دارن هم ممکنه که به این موضوع به صورت دیگه ای نگاه بکنن و من با شما موافقم که نسل ما ممکنه نسبت به نسل شما دید متفاوتی داشته باشه نسبت به این موضوع و این یه پدیده جهانیه، مختص زنان و مردان ایرانی هم نیست و برمیگرده به اینکه همونطور که شما هم اشاره کردین درک از والد بودن تغییر کرده و افراد والد بودن رو به عنوان تنها راه زندگی خوب داشتن نمیبینن و بعد در کشورهایی که زنها و مردها حمایت بیشتری میشه ازشون برای اینکه والد باشن، مثلا کشورهای اسکاندیناوی، میبینیم که خیلی تمایل به بچه آوردن پایین نیومده و هنوز هم تو سن نسبتا پایینی افراد دارن بچه دار میشن به خاطر اینکه جامعه خیلی حمایت میکنه از افراد برای اینکه هم بچه داشته باشن، برای اینکه بتونن نیروی کار جامعه رو باز تولید بکنن و هم اینکه بتونن به کارشون و تحصیلشون برسن. ولی این تنها موردی نیست که تجربه زنها و مردها رو محدود میکنه. تجربه شخصی که شما بهش اشاره کردین خیلی تجربه درخشانیه تو نسل شما، مخصوصا نسل زنای ایرانی در دوره‌ای که شما تجربه کردین. من خیلی خوشحالم که اون قشر از زنا تونستن این تجربه رو داشته باشن، ولی من فکر نمی‌کنم این تجربه رو ما میتونیم عمومیت بدیم به زنای ایرانی یا کلا به زنایی که تو کشورهای مختلف زندگی می‌کنن. اینکه شما چقدر به لحاظ اقتصادی و اجتماعی ازتون حمایت بشه برای اینکه امکان تحصیلات داشته باشین، امکان اینو داشته باشین که
خودتون برای ازدواجتون تصمیم بگیرین، برای زمان بچه دار شدنتون تصمیم بگیرین، دسترسی داشته باشین به روش‌های پیشگیری از بارداری و بعد اگر مشکلی توی رابطتون داشته باشین بتونید این رو با همسرتون مورد مذاکره قرار بدین. اینا همه برمیگرده به اون موقعیتی که شما دارید. و بعد بحثی که توی نسل تو موج دوم فمینیسم توی آمریکا و اروپا خیلی مطرح شد توسط زنای رنگین پوست و فمینیستای سوسیالیست این بود که اینکه زنای طبقه متوسط تونستن همزمان با اینکه کار میکنن بچه دار هم بشن، برمیگرده به اینکه بله همسرایشون تا اندازه‌ای اومدن مشارکت کردن، ولی به جای اینکه خودشون کارهای خونه‌شون رو انجام بدن یا از بچه‌هاشون مراقبت کنن، این زنای طبقه فقیر بودن که اومدن این کار رو انجام دادن. و بعد این مسئولیت های مربوط به نگهداری از بچه رو واگذار کردن به زنانی از قشر و طبقه دیگه. این بله، نکته مهمیه. گاهی حتی از کشورهای دیگه، یعنی ما این زنجیره کار رو داریم که مثلا زنها از فیلیپین بچه‌های خودشون رو رها مجبورن بکنن بدن مثلا به مادرشون و بعد بیان آمریکا از بچه یه زن دیگه‌ای که شاغله، یه زن و مرد دیگه‌ای که شاغله مراقبت کنه. در آمریکا فیلیپینی‌ها کمتر، مکزیکی‌ها این کارو میکنن. درسته، اصل بحث اینه که زنانی مثل شما در واقع از کمک زنان دیگه، از اقشار، از طبقات دیگه برخوردار شدن که تونستن این کارنامه درخشانی که شما توصیف کردی رو داشته باشن. بله، این خیلی با واقعیت میخونه. البته من 5 سال اولی که فرزند داشتم در آمریکا بودم و همچین امکاناتی نداشتم، دانشجو بودم. ولی شما درست میگید، در به اصطلاح نگاه وسیع‌تر زن طبقه متوسط با یاری گرفتن از زنان دیگر تونست که این کار رو بکنه. ولی شما با چه بخشی از این به اصطلاح سر ناسازگاری دارید؟ من اونو دوست دارم بدونم. من میگم که ما نمیتونیم به صورت کلی از زن یا مرد صحبت بکنیم. ما باید از زن یا مرد در اون پیش زمینه‌ای که قرار داره، با توجه به اینکه تو ساختارای مختلف برابر نابرابری که با هم تقاطع دارن، ببینیم اون زن یا مرد یا اون فرد انسان کجا قرار داره، اینه که تجربهش رو شکل میده. ما به صورت کلی نمیتونیم از عاملیت صحبت بکنیم. ما میتونیم از عاملیت فرد به عنوان والد داخل اون ساختار سیاسی اجتماعی که توش زندگی میکنه صحبت. دقیقاً این بحث به اصطلاح چیزی نداره، جای مخالفتی نداره، ولی من تنها اشکالی که در این دیدگاه شما میبینم اینه که پس بنابراین ما هیچ نتیجه گیری کلی و طبقه‌ای و چیزی که بهش بتونیم تعمیم بدیم در مطالعات خودمون نمیتونیم بگیریم. دقیقا. و به مطالعه فردی باید بپردازیم. آیا مطالعه فردی یا مطالعه فرد در یک موقعیت خاص، در یک بستر سیاسی، اجتماعی، طبقاتی خاصه که ما کمک میکنه؟ مثال براتون بزنم، در همین انگلیس گفته میشه که زنان انگلیسی که در سال گذشته 45 ساله شدن، به طور متوسط اولین فرزندشون رو در 31 سالگی به دنیا آوردن. 20 سال پیش این سن بسیار پایین تر بوده. دلیل این که سن اولین فرزند آوری بالا رفته، به 31 سالگی رسیده، یکیش اینه که زنان جوانی که میخوان شغلشون رو حفظ کنن، اینها بیشتر شدن. در بازار کار و فعالیت انگلیس درصد و سهم زنها بالا رفته و زنهایی هن که نمیخوان شغلشون رو رها کنن به خاطر اینکه فرزند میخوان بیارن، در اینجا عقب میندازن تا زمانی که یه وضعیت باثباتی پیدا کردن. و غالبا اما این زنان وقتی که اولین فرزند رو میارن، اگر شغل دارن، مرد که شغلش رو حفظ میکنه و زنی که خونه میمونه. این به ما چی میگه در مورد این مناسبات قدرتی که باعث میشه که زن خودش رو وقف بچه بکنه و مرد شغلش رو ادامه بده؟ خب ببینید، من اینجا علاقه دارم به این نکته اشاره بکنم که حتی برای یک زنی که من خودم رو مثال زدم که از فعالیت‌های اجتماعیم
کم نکردم به خاطر نقش مادری، یک حس گناهی همیشه ته ذهنم باقی مونده و اون اینکه مثل اینکه نقشی رو که طبیعت بر دوش من گذاشته بود با یک جاه طلبی های فردی اون نقش رو آنگونه که باید انجام ندادم. و این رو من در بسیاری از خانم های موفق هم دیدم. به عنوان مراجعه به من مراجعه میکنم، مثلا من یه خانومی از مراجعینم هست، جراح مغز و اعصابه و به خاطر اضطراب پیش من اومده و میگه یه کودک 11 ماهه داره که مجبور این کودک 11 ماهه رو با ننی تو خونه بذاره سر کار بره و میگه انقدر گرفتار دوگانگی و انقدر گرفتار تشویش شدم، حس گناه هستم که بعضی موقع ها فکر میکنم کارم از دست بدم. و بعد همسرم که سخت مخالفه و میگه من با یک جراح مغز و اعصاب ازدواج کردم، فشار مضاعف بر من میاد. بنابراین من فکر میکنم اینجا باز بر میگردیم به قول معروف nature versus nurture. بله. یا طبیعت و فرهنگ. طبیعت و تربیت. بله. چجوری روبروی هم قرار میگیرن؟ ما میدونیم مادرها وقتی حامله میشن، به خصوص قبل از زایمان، میزان اکسیتوسین مغز که هورمون پیوند و دلبستگی هست به میزان فوق العاده بالا میره. در دوران زایمان بالاترین میزانو داره، در دوران شیردهی بالاترین میزانو داره. یعنی چی؟ یعنی مغز ما به دلیل این اکسیتوسینی که بالا رفته دنبال اون جفت عاطفی خودش که ضمناً حیاتش هم به ما وابستگی داره وصله. این طبیعت رو ما نمیتونیم کاری بکنیم باهاش. طبیعت زن رو به سمت نه تنها فرزندآوری بلکه نگهداری از فرزند. درک شما هم از این معادله طبیعت فرهنگ یا طبیعت تربیت چنینه؟ من فکر میکنم که بله، حتما عوامل بیولوژیک میتونه تأثیر بذاره روی رابطه ای که والد با فرزندش داره، ولی ما میبینیم که این رابطه در طول تاریخ تغییر کرده و در جوامع مختلف هم متفاوت بوده. بنابراین همونطور که شما گفتیم، ما نمیتونیم طبیعت رو به عنوان تنها عامل در نظر بگیریم. حتما میتونه تأثیر داشته باشه، ولی تجربه کشورهای مختلف نشون میده که تو فرهنگایی که فشار روانی کمتری جامعه به زن وارد میکنه، برای اینکه مادر تمام وقتی باشه، مادری باشه که از هر لحاظ کامل باشه و همه نیازهای کودکش رو برآورده بکنه، اون حس گناه هم توی مادر کمتره و هر چقدر شریک اون مادر فارغ از جنسیتی که داره نقش بیشتری بتونه بر عهده بگیره، هر چقدر جامعه بتونه بیشتر از زن حمایت بکنه و زن خیالش راحت باشه برای اینکه بدونه که پارتنرش یا افراد خانواده‌اش یا دولت داره از این بچه به خوبی نگهداری میکنه، این حس گناه توی مادر کمتر میشه. و ما این تجربه رو داریم که مردهایی هم هستن که نقش خیلی پررنگی تو تربیت بچه‌ها به عهده میگیرن و رابطه عاطفی خیلی قویی هم با بچه ها برخ. چون در مورد جوامعی صحبت میکنید که امور مربوط به اشتغال هم کمک میکنه به زن، از جمله مثلا دوره زایمانی که مرخصی میتونن به راحتی به زن بدن و اصلا تشویق میکنن این رو، اما در همین جوامع هم یه موجی را افتاده از فمینیسم که در واقع میگه که تصویر ایدئال و کامل از زن که هم صاحب فرزند بشه، هم بعد از مدتی بتونه برگرده سر کارش و موفق بشه، هم خودش رو زیبا و آراسته نگه داره، میگه این تصویر رو باید رها کرد که همه اینها رو با هم داشته باشی و باید یه جایی انتخاب خطیری بکنی. این در جامعه پیشرفته‌ای که بیشترین امکانات برای فرزند آوری فراهم میشه داره رشد میکنه، یه موجی از فمینیست هست که البته خب مخالفین زیادی در میان فمینیست های دیگه داره، این هم مسئله نیست؟ یعنی این تلاش برای همه چیز داشتن؟
بله، خیلی فشار روی زنه که در نظام سرمایه داری بیاد یه کارگری باشه که به بهترین نحو کار میکنه، مادری باشه که داره نیروی کار رو بازتولید میکنه، فرهنگ ملی و سنتی اون جامعه رو به لحاظ فرهنگی بازتولید میکنه و بعد در عین حال هم مصرف کننده نظام سرمایه داری باشه و اون شیء جنسی باشه که برای مرد خودشو آراسته میکنه و بعد پول در میاره که این پوله رو دوباره خرج مصرف بکنه و به نیابت از کل خانواده هم بعد مصرف بکنه، نه تنها برای خودش بلکه برای کل خانواده زن باید مصرف کننده باشه. این فشار خیلی زیادی داره به زنها وارد میکنه، ولی از اون طرف این فشار گاهی به مردها هم وارد میشه. مثلا توی سوئد مردها در مورد این صحبت میکنن که چه فشاری روشونه که هم پدر پرفکتی باشن، پدر ایدئالی باشن، که در سوئد پدری محسوب میشه که بچهشو همون میبره، برای بچه غذا درست میکنه و میتونه بدون نیاز به کمک مادر از بچه چند روز چند ماه مراقبت بکنه. یه سوالی از زینب دارم اگر اجازه بدید. برام واقعا سواله، یعنی هیچ پاسخی براش ندارم. چون خب نگاه شما فمینیستا و پژوهشگران این زمینه این علامت سوال رو برای من شاید بتونه کمی جلوتر ببره، حتی اگه پاسخ کامل نداشته باشه. ببینید، ما وقتی به کتابهایی مثل کتابهای خانم اولین رید برمیگردیم و اینکه چگونه اصلا تمدن انسانی شروع شد، خب به دورانی برمیگردیم که مرد کارش فقط شکار بود و اصلا رونده بود و زن بود که ساکن شد، زن بود که در اثر حاملگی و بچه داری مجبور شد بمونه و زن بود که به راز کشاورزی پی برد و زن بود که حیوانات رو رام کرد و دامپروری رو به وجود آورد، زن بود که برای نگهداری از فرزندان بیمارش به گیاهان شفابخش، به همین دلیل هم مدیسن یا مدعا از واژه مدعا آمده، و آرشیتکت بود به دلیل اینکه انبارسازی رو یاد گرفت برای اینکه انبار رو ذخیره کنه. و بعد وقتی که همه چیز، یعنی پایه‌های اصلی یک زندگی ساکن ریخته شد و مرد دیگه نقشش برای شکار و آوردن طعمه اونقدر حیاتی نبود، بر سر این سفره آماده نشست و پایه‌های تمدن‌های اولیه ریخته شد. حالا من سوالم اینه که زن که در نقش شکلیدی تمدن انسانی زدید، مرد رو به یک حاضری خور تبدیل کرد که به یک حاضری خور دقیقاً ما همیشه میگم مرد آمد و نشست و گفت حاجی انا شریک، ولی هر کدوم از اونا جای اما اگر داره که جای این برنامه نیست. مثلا ممکنه زن اهلی کرده باشه، ولی این به معنی نیست که زن دام پروری رو اومد توسعه داد یا شکل داد. بین اهلی کردن حیوانات من به شما توصیه میکنم مطالعات خانم اولین رید رو بدید. من سوالم ولی همینه که آیا اگر زن تو این نقش سنتی رشد کرده و تکامل پیدا کرده و ایوالو کرده، آیا هنوز یه فمینیست میتونه با این نقش طبیعی مخالفت کنه؟ البته این تفسیری که شما ارائه دادین یکی از تفسیرهاییه که از تاریخ و تمدن بشری ارائه میشه. خیلی نقدای زیادی شده، مطالعات زیادی انجام شده که این موضوع رو زیر سوال میبره و حتی اگه این مطالعات توی یه مناطقی این تفسیر رو تایید بکنه، تو مناطق دیگه نمیتونه الزاماً این رو ثابت بکنه. جوامع مختلف بشری بر اساس اون طبیعتی که توش قرار داشتن، بر اساس جمعیتی که تو اون منطقه وجود داشته و خیلی عوامل دیگه، ممکنه شکلهای مختلفی رو تجربه کرده باشن و اصلا این نقشی که برای مرد به عنوان عامل شکار و گردآوری شکار و حفاظت از خانواده تعریف شده، یه سری تحقیقات اینو زیر سوال بردن و میگن که توی اون دوره شکار خیلی نقش کوچیکی تو تامین تغذیه خانواده داشته و گردآوری خوراک بوده که اهمیت بیشتری داشته.
و اصلا بشر تو اون دوره خیلی نمیتونسته گوشت مصرف بکنه. بعد از اینکه دامپروری اتفاق میفته است که گوشت نقش مهمتری توی چرخه غذایی خانواده پیدا کنه. اختلاف نظر شما در ارتباط با موضوع بحث امروز چه هست در این مطالعه متفاوتی که یا تفسیر متفاوتی که از دگردیسی تمدن بشری دارید؟ این نقشی که زن اصلا گرفتار فرزند و فرزند پروری شد، اگر خودش موجب تکامل و دگردیسی تمدن بشری شد، آیا اینو ما هنوز میتونیم به عنوان یه مانع بهش نگاه کنیم؟ متوجه شدم. اگر فرزندآوری به این ترتیب کمک کرده به زن که این تمدن انسانی رو به این شکل در بیاره، آیا درست هست الان بگیم یک مانعه؟ من فکر میکنم که به صورت کلی فرزند داشتن یه مسئولیت خیلی بزرگه که میتونه تو جنبه هایی زندگی والد و حالا فارغ از جنسیتش تحت تأثیر قرار بده. قاعدتا بهش امکان میده یه تجربیات جدیدی داشته باشه و بعد بر اساس ارزشایی که تو جامعه وجود داره امتیازاتی هم کسب بکنه، ولی در هر صورت قبول این مسئولیت مثل هر مسئولیت دیگه‌ای به منزله اینه که شما یه سری فرصت‌ها رو قراره تو زندگی فدای این تجربه بکنید و بعد تجربه. زن به خاطر اینکه به لحاظ بیولوژیک بیشتر درگیر میشه اگه مادر بیولوژیک اون فرزند باشه، هم مخاطرات بیشتری رو تجربه میکنه و هم به لحاظ بیولوژیک مثلا به لحاظ هورمونی که شما اشاره کردین ممکنه روش تاثیر بیشتری هم بذاره. این نکته مهمیه. زایمان چه بر سر بدن زن میاره و همین تأثیراتی که روی بدن زن میگذاره واقعا باعث نمیشه که نه فقط از نظر جسمی، از نظر روانی زن در موقعیت ضعیفتری قرار بگیره؟ این سوال شما رو احتمالاً یه متخصص زنان به شکل دقیق‌تری میتونه پاسخ بده، ولی من تنها چیزی رو که در این زمینه میتونم بگم، حتماً بدن یک زن وقتی تو تغییرات هورمونی میره و میاد، حداقل من به عنوان روانشناس میدونم 3 ماه اول بارداری خانم‌ها با نوسانات هورمونی شدیدی مواجه هستن، بعد از زایمان این پدیده پست‌پارتوم دیپرشن ها که خیلی زن رو به دوران افسردگی های بعد از زایمان میکشون و اینا، حتما یه فشاریه که بدن زن تجربه میکنه و این هم در یه مطالعه نشون داده شده زنانی که زایمان نمی کنند از نظر طول عمر بیشتر زندگی میکنند، البته در شرایطی که بقیه شرایط مساوی باشه. ولیکن نکته ای که در اینجا اگر ما بخوایم، شما در مقدمه که توضیح دادید گفتید آیا مادر شدن موقعیت بهتری برای زنان به وجود میاره یا نه، من زنان بسیاری رو دیدم که فکر میکنن امنیتشون چه از نظر اقتصادی چه از نظر زناشویی پس از مادر شدن بهتر شده و بالا رفت. نکته مهمیه خانم پیغمبرزاده. آیا فرزندآوری به زن امنیت بیشتری نمیده؟ در خیلی از ساختارهای سیاسی اجتماعی بله، به زن امنیت بیشتری میده، به خاطر اینکه نقشی که برای زن تعریف شده در اکثر جوامع نقش مادریه و این نقش رو وقتی زن موفق میشه که انجام بده خیلی امتیازای زیادی به زن داده میشه، هم امتیازای فرهنگی و هم امتیازای مالی. مثلا تو ساختار ارثی که تو خاورمیانه و کشورهای اسلامی وجود داره، زن همه اموال شوهرش رو ارث نمیبره، این فرزندان هستن که ارث بیشتری نسبت به مادرشون دریافت میکنن، مخصوصا فرزندان پسر. و جایگاه زن در خانواده به عنوان همسر خیلی جایگاه متزلزلیه، جایگاه مادریه که خیلی جایگاه محکم تریه و زن خیلی حساب میتونه بکنه، میتونه در آینده امنیت اجتماعی و امنیت مالیش رو از طریق مادر شدن تامین بکنه. و این جوامع معمولا به زن به عنوان یه فرد مستقل نگاه نمی کنن، زن همیشه نیاز داره که تکیه بکنه به یه مرد و در نبود همسر قراره که تکیه بکنه به پسرش. بله اینها هست البته، ولی افسون بر این نوع امنیت که شما ازش نام برید
نوع دیگه از امنیت هست که ناشی از احساس تعلقه. آیا با فرزندآوری زن احساس تعلق بیشتری نداره و این حس امن بیشتری بهش نمیده؟ بله، خب نقشی که از کودکی به دختر بچه داده میشه اینه که قراره عروسک بازی بکنه، قراره که از دیگران مراقبت بکنه و در مقابل پسر بچه خیلی تشویق میشه به این که جنگجو باشه، بره تجربه بکنه و این باعث میشه که اصلا اخلاقیات متفاوتی شکل بگیره در ذهن دخترها و پسرها و اون چیزی که ازش به عنوان اخلاق مراقبتی زنانه نام برده میشه اخلاقیه که مردها هم میتونن بیاموزن و بعد زنها یاد میگیرن که خودشون رو در رابطه با دیگران تعریف بکنن نه به عنوان یه شخص مستقل. خلاصه کلام خانم پیغمبرزاده که خیلی مهمه روش مکس کنیم اینه که زن اگر فرزند بیاره وقتی احساس امنیت بیشتری میکنه که در نقش‌های سنتی خودش رو ببینه. یعنی نه زن به عنوان زن بلکه زن به عنوان مادر احساس امنیت بیشتری خواهد داشت، همینجوری که وقتی که بزرگ میشه دختر به عنوان کسی که قراره ازدواج کنه و صاحب بچه بشه در واقع مسیر براش تعیین میشه. پس این خیلی از این امتیازهایی که گفته میشه زن با فرزند آوری داره از جمله اعتبار، سرمایه نمادین و امنیت، اینها در واقع در نقش‌های سنتی است که زن میتونه کسب کنه و شاید به همین دلیلی که خیلی از زنان جهان که نمیخوان وارد این نقش‌های سنتی شن هم ازدواج و هم فرزند آوری رو عقب میندازن. بله، من با این موافقم نکته شما جنبندیتون، ولی از خانم پیغمبرزاده یه سوال دیگه دارم چون لذت میبرم از نگاه بچه های جوان. ما اینجا دو تا مجری داریم و یک مهمان، پس ایرادی نداره. البته من از اینکه کارم ساده تر شه استقبال میکنم. بفرمایید. من داشتم الان فکر میکردم که اگر ما فرض کنیم تمام جنبش های فمینیسم توی دنیای کاملا فرضی موفق بشه و به اون جایی برسه که آرزو داره برسه، هنوز چه تفاوت‌هایی در فعالیت‌ها و نقش زنان و مردان باقی می‌مونه؟ خب این بستگی داره ما چه تعریفی از فمینیسم داشته باشیم، ولی فمینیسمی که من بهش معتقدم به عنوان یک کویر فمینیست، فمینیسمیه که توش اصلا جنسیت تعریف نمیشه و اصلا جنسیت افراد هویت جنسیتیشونه که خودشون تعریف میکنن، نه جنسی که بر اساس اندام جنسیشون تعریف میشه. و دیگه اصلا ما چیزی به نام دوگانه زن و مرد نداریم، نقشای جنسیتی نداریم، کلیشه های جنسیتی نداریم. اما اینکه چقدر عملاً این میتونه اتفاق بیفته، خود کویر فمینیست‌ها هم سرش بحث میکنن، اینکه چقدر اندام ما، بدن ما، قابلیت‌های بیولوژیک ما یه جنبه غیر قابل انکاری از وجود ماست که درسته که ما اون کلیشه های جنسیتی رو به صورت اجتماعی تعریف میکنیم و درکی که از انداممون و بدنمون رو هم داریم و به صورت اجتماعی دوباره تعریف میکنیم، ولی در نهایت این اندام هم اهمیت داره و یه چیز طبیعی، یک در واقع سکوی طبیعی برای این درک اجتماعی از اندام ما وجود داره، اون چیزی که طبیعت نامیده میشه، مثلا خودش رو در ساعت بیولوژیک نشون میده. این ساعت بیولوژیک، سنی که زن میتونه باردار بشه که به گفته شما در ادوار مختلف ادراک متفاوت ازش شده، اما به هر حال این ساعت بیولوژیک وجود داره، از 30 تا 40، از 20 تا 30، از هر چی که بگذاریم، اینا رو جزئیات رو کنار بذاریم، این ساعت بیولوژیک رو تکنولوژی‌های جدید به کمکش اومدن که یه مقدار زن بیشتر باش بتونه کنار بیاد، از جمله رحم اجاره‌ای که صحبت شد ازش، از جمله اشاره شد بهش، از جمله انجماد تخمک. شما فکر می‌کنید این تکنولوژی ها داره کمک میکنه به زن که در آن واحد هم مادر بشه، هم فعال اجتماعی بمونه، درآمد داشته باشه، مستقل باشه از نظر مالی، یا اینکه نه واقعا به انهای مختلف داره به اشکال دیگه همون نقش های سنتی رو وارد جامعه مدرن میکنه؟ مثال زنان فیلیپینی که میان کار میکنن برای زنان طبقه متوسط کشورها یا مرفعین کشورهای پیشرفته یا توسعه یافته یک مثال، اما مثال های جدیتری داریم که قابل بحثه، از جمله مادران کشورهای پیشرفته ای که تخمکشون رو میدن به زنانی در کشورهای در حال توسعه که در رحم خودشون بزرگ کنن و بعد میرن اینا رو میگیرن.
این واقعا مثبت به عنوان یک زن فمینیست باید اینها رو مثبت ارزیابی کرد، این روندها رو؟ به نظر من دوباره مهمه که ما در نظر بگیریم ما داریم از چه زنی صحبت میکنیم. همونطور که شما گفتین تجربه برای زنهای مختلف متفاوته و بعد مثلا فرض کنین همین بحث رحم اجاره‌ای به یه صورت دیگه تو کشوری مثل انگلیس یا کانادا تجربه میشه در مقایسه با یه کشوری مثل هند. اینجا شما نمیتونید در ازای پول رحم یه زن رو اجاره بکنین. یه زن میتونه داوطلب بشه که این کمک رو به شما بکنه، حالا در قالب یک فرد خانواده یا در قالب یک فردی که میخواد این کمک انسان دوستانه رو بکنه. ولی مثلا در کشوری مثل هند شما یه ساختار کاملا سازمان یافته ای دارین که زنای فقیری که معمولا زنای ازدواج کرده هم هستن و زنای روستایی هم هستن این کار رو انجام میدن. خیلی شرم اجتماعی بالایی در موردش وجود داره، یعنی به عنوان نوعی کارگری جنسی بهش دیده میشه و این زنا مجبورن این رو پنهان بکنن. و بعد این تصوری که ما داریم که یک بارداری داره اتفاق میفته و این بارداری طبیعی اتفاق میفته به این صورت نیست. زنا مخصوصا وقتی که دارن تخمک رو از یک زن دیگه میگیرن مجبورن خیلی درمانهای مختلفی رو طی بکنن که بدنشون این جنین بتونه. رو پس نزنه و اینا حتی مجبورن بعضیشون چند ماه تو بیمارستان بستری باشن. بله. من باز دوباره کسی رو به لحاظ یعنی فردی میشناسم که 150 هزار دلار به یک زن جوانی که یک فرزند در 17 سالگی و پدر بچه هم هیچ مسئولیتی قبول نکرده و رفته، خب 150 هزار دلار به این دختر دادن و 9 ماه ازش پذیرایی کردن و که این بچه جنین رو جنین رو بپرورونه. من به این به صورت پدیده غیر اخلاقی نگاه نمی کنم. من میگم اگر این دختر هرگز در خودش نمی بینه چنین پولی رو که میخواد صرف و او میخواست ادامه تحصیل بده با این پول و از فرزندش که هیچ سرپرستی دیگه نداره نگهداری کنه، نمیدونم، در ذهن من این پدیده غیر اخلاقی نیست. یه مثال براتون بزنم خانم فرنودی. چند وقت پیش یک زوج استرالیایی رفتن به یکی از کشورهای جنوب شرقی آسیا و فرزندی که در رحم اجاره‌ای یک زن از اون کشور بود رو گرفتن. فرزند دوم رو نگرفتن برای اینکه این اونی که نگرفتن بیمار بود. وقتی اینا برگشتن استرالیا جنجال بزرگی به پا شد. وقتی که این چیزها رایج بشه از این مسائل هم پیش خواهد اومد دیگه. یعنی شما یک رحم میگیرید برای اینکه جنین رو بپرورونه و بعد به خودتون اجازه میدید وقتی میرید یکی از این نوزادان رو بردارید بیایید و اونی که سالم نیست رو جا نگه دارید. زندگی پویاست، تاریخ ما پویاست، جنبش های اجتماعی پویاست، تکنولوژی پویاست. بنابراین ما نمیتوانیم اخلاق رو یک مسئله ایستا و غیر پویا بدونیم. به نظر من فرهنگ در حال شدنه، اخلاق با تغییراتی که در جامعه پیدا میشه ابعاد جدیدی به خودش میگیره و ما الان من بشینم با شما به این سوال پاسخ بدم که چقدر این خانواده استرالیایی کار بدی کردن که فرزندی که بیمار بوده نگرفتن، من دارم با یه اخلاقی بیرون از زمان خودش این زمان رو ارزیابی میکنم، درست مثل کاری که کسانی میکنن که با هوموسکشوالیتی مخالفن. از یک زمانی در گذشته به یه پدیده‌ای که میرود عادی سازی بشود نگاه هستم. یعنی در واقع شما میگید که آدمیان کم کم اینجور مسائل رو حل میکنن، راهی پیدا میکنن برای اینکه، ولی مسئله اینه که آیا یه همچین موردی ناشی از این نیست که اون زن استرالیایی میخواسته مادر بشه، لابد میخواسته کار و فعالیت و زندگی حرفه‌ایش رو نگه داره، به خیلی از سرگرمی‌های خودش هم لابد میخواسته برسه، در طول این 9 ماه جنین در بدن یک کس دیگه‌ای پرورش پیدا بکنه و بعد میره برمیداره میاره، همه چیز خوب و همه چیز رو به راه و لابد در استرالیا هم یک پرستاری میگیره که از این نگهداری کنه. آیا این جور استفاده از تکنولوژی ناشی از در واقع خواهان همه چیز بودن نیست، ناشی از حرص نیست که من همه چیز داشته باشم؟ بله. یک همسر پردرآمد، یک زندگی موفق، فرزندی که
شاد و لابود در طول اون 9 ماه هم همه چیز کنترل میشده که اون زن به گفته ایشون خوب بخوره، خوب بنوشه، برای اینکه فرزندی که میارن استرالیا سالم باشه دیگه. این ناشی از حرص و ولع نیست؟ ببینید، بله، من خیلی خوب میتونم نکته شما رو بفهمم، به دلیل اینکه من اعتقاد دارم اصولاً ما انسان‌ها بنا به میزان توانمون میتوانیم تورم خودشیفتگی پیدا کنیم و به سمت خودشیفتگی‌های بدخیم بریم، و این بزرگترین نشونه خودشیفتگی بدخیم، میدونم شما دوست ندارید انگلیسی به کار ببرم، من فارسیشو خیلی دقیق نمیدونم، sense of entitlement یا حقوقی که ما برای خودمون قائلیم هی ورم میکنه و متورم میشه، و این یکی از پدیده‌های بسیار نگران کننده است، چه در یک طبقه اتفاق بیفته که نمایندش میشه آقای دونالد ترامپ، چه در میان زندگی‌های فردی اتفاق بیفته، چه کسی که توان مالی داره. شما میدونید طبقه‌ای هستن که در یه رستوران‌های خاصی، در یه مغازه‌های خاصی باید خرید کنن که اگر آدم‌های دیگه برن اونجا دیگه مشتری رابطه‌شون رو با اون مغازه قطع می‌کنن. بله، متوجه هستم. خانم پیغمبرزاده، شما در این برنامه مهمانی هستید که مدام ارجاع میده به اینکه ما در چه بستر تاریخی سیاسی صحبت میکنیم، رجب زن در چه بستر سیاسی تاریخی، در چه طبقه اجتماعی، در چه نقشی، ولی آیا واقعا فارغ از اینکه در چه جامعه این زن قرار داره، در چه نقشی این زن قرار داره، در مجموع مخرج مشترک مادر شدن این نیست که اعتبار بیشتری به زن میده و سرمایه نمادین بیشتری براش کسب میکنه؟ یعنی اگر تمام عوامل دیگر رو شما مساوی فرض کنید، وقت اونی که فرزند داره در جامعه انسانی به نظر میاد که اعتبار بیشتری داره. به خصوص البته باید گفت که اگر این فرزند پسر باشه، اینو نباید نگفته گذاشت. بله، من فکر میکنم که این نکته شما درسته، به شرطی که این فرزند فرزندی نباشه که خارج از رابطه ثبت شده ازدواج به دنیا اومده باشه، فرزندی نباشه که فرزند نامشروع تلقی بشه. بله، معمولا به زن اعتبار بیشتری داده میشه، به خاطر اینکه زن هم داره نیروی کار رو باز تولید میکنه و هم قرار از طریق تربیت اون بچه فرهنگ اون جامعه رو بخواد باز تولید بکنه. بله، مسئله اینه که بله، اگر زن انتخاب بکنه که این اقتدار سنتی یا این اقتدار خانوادگی داخل خانواده‌ای که در رابطه با جنس دیگه تعریف شده رو میخواد، بله، اقتدار بیشتری کسب میکنه، ولی این باعث میشه که همزمان زن یک سری فرصت‌های اجتماعی رو از دست بده، مخصوصا وقتی که زن از حمایت کمی برخورداره، باعث میشه که زن امکان ادامه تحصیلش رو کمتر داشته باشه، امکان درآمد رو کمتر داشته باشه، و بعد در نهایت مجبور بشه خودش رو وقف این بچه بکنه، و بعد از اینکه این بچه بزرگ میشه قاعدتا میخواد مستقل بشه، ولی رابطه ای که این مادر با اون بچه‌ای که بزرگ شده و میخواد مستقل بشه برقرار میکنه، رابطه سالمی نیست، به خاطر اینکه خودش رو فقط داخل نقش مادری مجبور شده تعریف بکنه. بخصوص تو جامعه سنتی این رو میبینیم دیگه. بله، یعنی هرچی زنها مستقل تر باشن و نقشای اجتماعی دیگه ای به جز مادری داشته باشن، خب قاعدتا بعدن رابطه سالم تری با فرزندشون، بله، با فرزندشون و پارتنر همسرشون و پارتنر بچه‌شون و بچه‌های بچه‌شون میتونن رابطه بهتری برقرار بکنن، چون رابطه‌شون مبتنی بر این نیست که من خودم رو وقف تو کردم و تو حالا بعد زندگیت رو وقف من بکنی، و به جای اینکه مثلا به همسر خودت توجه بکنی باید به من توجه بکنی. چند تا نکته هست که به یک معنا میشه گفت بازگشت به همون سال اول برنامه است. اول اینکه خانم پیغمبرزاده میگن اگر زن اعتبار و سرمایه نمادین بیشتری میگیره بر اثر فرزندآوری، این به قیمت از دست دادن یه سری فرصت‌های دیگه است. درسته، این رو به نظر میاد شما رد نمی‌کنی، اما در این حال نکته دیگر این است که معتقدن که فرزندآوری باعث میشه که اغلب باعث میشه که نقش مادری بر نقش‌های دیگه در زن فائق بیاد، و این تاثیرات منفی روی نوع روابط مادر با فرزند داره، و این مفاهیمی که تحت عنوان مثلا
مادر شوهر نمیدونم اینجور چیزها در جامعه مثل ایران واقعا قوی عمل میکنه ناشی از همین نوع رابطه ناسالمه. یعنی مادر بله من فکر میکنم. وقتی هم که بچه بزرگ شده پسر بزرگ شده کماکان فکر میکنه صاحب این بله. پسره برای اینکه خودش وقف این پسر کرده. بله مجروحین این روابط مریض تو مطب من بسیاره. یعنی واقعا یکی از معضلات دختران جوانی که الان ازدواج میکنن با پسرایی که جوانن و تحصیل کردن ولی تو اون بافت سنتی پرورش پیدا کردن و بند ناف عاطفیشون با مادر و پدرشون قطع نشده، واقعا برای دختر و زنای جوان یه منبع درد و یه منبع رنجه. درست میگه به اصطلاح خانم پیغمبرزاده که این نقش‌های سنتی یه قالب‌های تنگی به وجود میارن که گاهی زن در اون قالب‌های تنگ وقتی گیر میکنه از بسیاری از آزادی‌ها، خواسته‌ها، خلاقیت‌های خودش مجبور میشه که صرف نظر کنه. خب شما میدونید من مادر زن هستم و بعضی اوقات داماد من به خنده میگه مادر زن جان مثلا این کار و اینا، ولی مادر زن جان هواپیما گرفته و در رفته، ولی این مدل سنتی نیست. یعنی من میدونم که انتظارات عروس و داماد آدم این هست که آدم همون نقشای سنتی رو ایفا کنه، نوروز حتما تو خونه تو باشه، حتما غذای فیوریت نواها رو بپزین، غذای ایدئال اونها رو بپزین. این کارا رو تحمیل میشه به نکته که در ارتباط با نوه ایشون گفتن من رو به این نتیجه میرسونه که این در واقع قضیه فرزند آوری برای زن همینجوری منتقل میشه نسل به نسل، برای اینکه زنی که فرزند آوری رو پذیرفته و خودش رو در نقش مادر دیده بعدا در نقش مادر بزرگ انتظارات جدی هم ازش هست و اونجا هم باز به نظر میرسه که به قیمت دست کشیدن از خیلی فعالیت ها و علایق میانجامه دیگه. یعنی مادر بزرگایی رو میبینی که کماکان همون نقش مادری رو دارن ایفا میکنن دیگه. دقیقا و اتفاقا بخشی از زنهای جوان تحصیل کرده که میخوان وارد بازار کار مزدی بشن میان نقش مادری رو منتقل میکنن به مادراشون و این مادر بزرگ ها یک بار خودشون رو فدای اون بچه ها کردن، حالا قراره که دوباره خودشون رو فدای اون نوه ها بکنن و با وجود اینکه ممکنه پدر بزرگ اون بچه هم فراغت داشته باشه و بازنشسته باشه ولی بازم نقش محوری و مرکزی بر عهده نمیگیره. یعنی اتفاقی که عملا توی بچه داری میفته، حالا چه این بچه داری توسط مادر بزرگ پدر بزرگ باشه و چه توسط پدر مادر باشه، اینه که مسئولیت ها بر دوش زنه و این پدر هست که میاد کمک میکنه، یعنی خودش رو نفر اصلی در نظر نمیگیره و همین هم هست که باعث میشه که بچه موقعیت شغلی و تحصیلی مرد رو خیلی تحت تاثیر قرار نده، چون در نهایت مادره که قراره مسئولیت رو بگیره. حالا که در مورد ساختارهای سنتی صحبت میکنیم که اینقدر طولانی کماکان نقش مادری رو بر نقشهای دیگه زن مسلط میکنه، خوبه به یه موضوع اشاره کنیم که به نظر میاد بر اساس صحبت‌های پیش از برنامه میگم شما خوب باش آشنا هستید، این رابطه سگانه مادر پسر پدر که خیلی از بحث‌های جدی روانشناختی دامن زده. یعنی این تئوری فرویدی خیلی مشهور که عقده ادیپ شکل میگیره و این عقده ادیپ بر سر رقابت پسر و پدر هست بر سر مادر، در جامعه سنتی چنین هست برای اینکه به نظر میاد فرزند ضریب اطمینان مادر رو بالا میبره و این شکل دیگه‌ای به این مناسبات سگانه میده. بله نکته مهمیه که برخی از جامعه شناسا، جمعیت شناسا، مثلا دکتر جمشید بهنام به این موضوع اشاره میکنن که ساختاری که ما در خانواده های خاورمیانه داریم ساختار متفاوتیه نسبت به خانواده مدرن هسته‌ای غرب که فروید داره داخلش خانواده رو مناسباتش رو تحلیل میکنه و اون چند همسریه که باعث میشه که نقش زن خیلی جایگاه متزلزلی باشه به عنوان یک همسر و مادر بودن جایگاه خیلی مهمتری باشه و این باعث میشه که عملا رابطه خیلی نزدیکی بین پسر بچه و مادر شکل بگیره.
خصوص پسر اول. بله پسر اول، چون همونطور که قبلا هم در موردش صحبت کردیم، این مادر قراره که به لحاظ اجتماعی و به لحاظ اقتصادی به پسرش تکیه بکنه، به جای اینکه بتونه به همسرش تکیه بکنه یا بعد از فوت همسرش بتونه به ارثی که از همسرش بتونه. حتی اگر این رو به شکل استدلالی با خودش نگه، مادر به طور غریزی آینده دراز مدت خودش رو در فرزند پسر میبینه، تا در شوهری که ممکنه بره یک زن دیگه بگیره، رهاش کنه، در جنگ کشته بشه و خیلی چیزهای دیگه. بله، اصلا بحثی که فروید میکنه یه بحث ناخودآگاهه، یعنی بحثی نیست که در خودآگاه افراد اتفاق بیفته. علی رغم تمام این چیزها که شما با بخششون موافق هستید، کماکان خانم فرنودی شما معتقد هستید که اینکه زن با فرزند آوری قدرتمندتر میشه یا نه بستگی به خود زن داره، و همونجوری گفتید به اون زنان جوان در سیلیکون ولی توصیه میکنید و یا به مردان جوان، فکر میکنید باید فرزند آوری پیشه کنن، باید صاحب بچه بشن، برای اینکه اگر درست تصمیم بگیرن اونها رو در موقعیت بهتری قرار میدن از نظر اعتبار و اقتدار اجتماعی؟ ببینید، یه بحث شخصی هست، یه بحثی فرزندآوری در جهان امروز. من میبینم که مادر و پدران جوان امروز به شدت نگران آینده دنیا هستند و دنیا رو جای امنی برای تولد و پرورش و امنیت فرزندانشون نمیبینن. بنابراین این مبحث کلی رو بذاریم کنار، من اینو یه تصمیم کاملا فردی میدونم. من به هیچ کسی نمیتونم بگم تو بچه بیار خوبه، مادری تجربه خوبیه یا تو پدری تجربه خوبیه. مطلقا این کارو هرگز، حتی وقتی مستقیم از من سوال میکنن، میگم کاملا به خودت و تصمیم فردیت بر بستگی داره. همه دلایل که مثبت و منفی میبینی تو این مسئله خودت بررسی کن و ببین کجا ایستادی. ولی به نظر میومد در مجموع میگید که اگر این تصمیم درست گرفته بشه، هزینه هاش برآورد بشه، شما از مثال خودتون احساس تعلقی، انسانی که فرزند داره مثل ریشه داره درون زمینی که ایستاده و یه احساس تعلقی میکنه که من دیدم در زنان و مردانی که فرزند ندارند در بزرگسالی احساس پوچی میکنه. اگر اون حس پوچی وجود داشته باشه، برمیگرده به درونی کردن ارزش‌های سنتی. خوشبختانه امروز افراد خیلی ارزش‌های مختلفی وجود داره که میتونن بین اینا انتخاب بکنن. اینکه خودشون رو فدای یک بچه بکنن یا اینکه فدای یک ارزش اجتماعی بکنن یا اینکه بتونن اصلا تجربه بکنن و تمرکز بکنن روی زندگی خودشون، اینا انتخاب‌های مختلفیه که به افراد داده میشه. و ما میبینیم که مثلا نسلی که بعد از انقلاب جنسی 1960-70 دوره جوونیشو گذرونده، الان به دوره پیری رسیده، اتفاقا احساس پوچی نمی کنه. احساس می کنه که تونسته از زندگیش لذت ببره و احساس رضایت داره. من فکر می کنم این حس رضایت برای نسل ما و نسلهای آینده به مراتب بیشتر خواهد بود. و فقط ناشی از فرزند آوری نیست فکر می کنید؟ بله، یعنی افراد می تونن پروژه های مختلفی برای زندگیشون داشته باشن. مثلا تحقیقاتی که شده نشون میده که افرادی که دوست دارن مهارت های مختلف یاد بگیرن، اینا افرادی هستند که تمایل کمتری هم به بچه داری دارن. بسیار خوب، خیلی ممنونم. به آخر میخواستید چیزی بگید؟ بله، من فقط این نکته رو میگم، بنا به طبیعت شغلیمون هر دوی ما تحت تاثیره. من با انسان امروزی و در حال حاضر و انسانی که معمولا از چیزهای رنج میبره سر و کار دارم، و خوشبختانه تو با انسان فردا و فردای انسان ها. بسیار خوب، خیلی ممنونم. به آخر پرگار این هفته میرسیم. ممنون از شما که پای بحث نشستید و همینطور از مهمان های برنامه، نهضت فرنودی و زینب پیغمبرزاده. پرگار رو پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو زودتر ببینید بتونید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست، یعنی نسخه شنیداری پرگار، در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت خودمونی بعد از خاموش شدن دوربین ها به اون اضافه میشه، رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید. شب و روز بر همه شما خوش.